ایران در پاسخ به تهدیدات فزاینده اسرائیل استراتژی دوگانه ای را در پیش گرفته است. افزایش آمادگی نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ دو استراتژی همزمان ایران در شرایط کنونی هستند. همکارم با بهره‌گیری از یادداشت فرناز فصیحی، رئیس دفتر سازمان ملل برای روزنامه نیویورک، گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. ایران در واکنش به تهدیدات اسرائیل استراتژی دوگانه ای را دنبال می کند. از یک سو توان نظامی خود را تقویت کرده و از سوی دیگر با تلاش های دیپلماتیک سعی در جلوگیری از جنگ دارد. در شرایطی که تنش های منطقه‌ای به اوج خود رسیده و تهدیدات اسرائیل شدت یافته، این کشور در موقعیتی حساس قرار گرفته است. این تحلیل بر مبنای گزارش اخیر نیویورک تایمز ارائه شده و به بررسی جزئیات استراتژی های ایران می پردازد. دستوراتی برای تدوین طرح‌های نظامی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح صادر شده است. با این حال ایران به طور علنی اعلام می کند که خواهان جنگ نیست. واکنش های ایران اما به شدت حملات اسرائیل بستگی خواهد داشت. اگر حملات خسارات سنگینی به بار آورد، پاسخ های متناسب و شدیدی در نظر گرفته خواهد شد. مقام های ایرانی در نشست های بین المللی بر ضرورت حفظ ثبات منطقه تأکید کرده و خواهان همکاری کشورهای همسایه در جلوگیری از اقدامات نظامی اسرائیل هستند. این دیپلماسی در کنار آمادگی نظامی نشانه ای از تلاش ایران برای مدیریت تنش ها و حفظ امنیت ملی است. نگرانی ها درباره تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این تنش ها بر مردم ایران نیز رو به افزایش است. بسیاری از ایرانیان نگران کشیده شدن به جنگی هستند که خواهان آن نیستند و به دنبال حفظ آرامش و ثبات در کشور خود می باشند. این چالش ها نشان دهنده پیچیدگی وضعیت کنونی و نیاز به توازن میان آمادگی نظامی و دیپلماسی است.